تولیت شریع آستان مقدس حسینی خواستار کمک یونیسف به کودکان عراق شد. شیخ عبدالمهدی کربلایی تولیت شریع آستان مقدس حسینی در شهر مقدس کربلا در دیدار با هیاتی از صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف کمک این نهاد بین المللی به کودکان عراقی مناطق آزاد شده از دست سنیه تندروی داعش را خواستار شد. شیخ عبدالمهدی در این دیدار تصریح کرد که ما از سازمان شما میخواهیم به منظور کمک به ایجاد همبستگی اجتماعی و ملی در عراق مقدمات سفر چند روزه کودکان و جوانان مناطق آزاد شده از چنگال تروسای داعش به شهر مقدس کربلا را فراهم کنید. وی با بیان اینکه آستان مقدس حسینی پذیرای این کودکان خواهد بود از این نهاد خواست که علاوه بر توجه به ساخت مدارس و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان در مناطقی که از سیطره سنیهای تند رو آزاد شده اند برای ایجاد تغییر در این اندیشه ها و افکار کودکان و جوانان و برپای دوره های آموزشی و علمی برای آنان تلاش کند عبدالمهدی کربلایی تاکید کرد سنی های تندروی داعش در زمان سیطره بر مناطقی از عراق تلاش کردند توکر و اعتقادات خود را بر افرادی که در این مناطق زندگی می تحمیل کنند اسموندلا که مسئول پرونده ی کودکان جنگ زده در یونیسف نیز در این دیدار تصریح کرد که سال گذشته به دلیل وجود درگیری ها در الانبار و موسل کار ما بسیار سخت بود اما امسال آن وضعیت اضطراری و فوقالعاده کاهش یافته و راحتتر میتوان با کودکان در این مناطق ارتباط برقرار کرد وی با بیان اینکه یونیسف تلاش میکند نسلی آگاه و دور از خشونت را تربیت کند گفت بیش از هزار کودک به دلیل وابستگی به داعش در زندان به سر میبرند که یونیسف برای توانمندسازی و بهتر ساختن ارتباط آنان با جامعه عراق پس از پایان دوره ی محکومیت تلاش می کند.